آقای رایت خیلی مخلصیم، دوباره درک داریم ولی این دفعه درک یه حسابی متفاوت، به خاطر اینکه یه 207 تیون شده داریم و قراره با دو تا موتور یعنی CF 250 SR و RS 200 هندی درک بندازیم، چه درک لانچ چه درک رولینگ. و اول از همه سابسکرایب به چنل یادتون نره، چون همیشه چیزی برای یاد گرفتن هست و کلی ویدیوهای جذاب تو چنله. و دوم 207 مال جاویده، بریم یه سری توضیحات درباره انجینش و چند اسب میده چه تغییراتی داده و اینا رو ببینیم و برگردیم سراغ درک. خب جاوید، چه تغییراتی تو این ماشین دادی؟ چیاش تغییر کرده؟ چند اسبه؟ چه رو داینو؟ چه تو جاده؟ خود یه سری توضیحات بده. این ماشین میشه گفت که استیج درگی خورده، منیفول هورنت درگی داره، سرسلند پورتوپالیش گولفی خورده، دیگه میل پیشتری داره، پیستون هورنت داره، با درچه گاز جنسیس و خیلی چیزهای دیگه از جمله ACU که از 745 به 744 تبدیل شده. و روی داینو مپ خورده، روی داینو 150 است و حدود 160 نیوتن متر تورک یا همون گشتاور داره، اما خب عددی که روی داینو هست با عددی که کف جاده شما میبینی خیلی تفاوت داره، از جمله بنزین شهری که داخلشه، وزن ماشین، سایز رینگ و خیلی چیزهای دیگه و حتی الان که هوا بوده 32 درجه است و همه اینا خیلی 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 زیاد تاثیر داره روی توان ماشین. گیرباکس ماشین کاملا فابریکه و در کل بخوایم بگیم ماشین توی استیج درگی جمع شده، اما میشه گفت خیلی خوب جمع نشده و اون توانی که باید ازش گرفته میشده رو نتونستیم ازش بگیریم. خب جاوید، الان راضی هستی از این تغییراتی که دادی یا مثلا این سری چیزا هست اذیتت کنه؟ یه سری اینا رو هم بهمون بگو. ببین، شما وقتی که میای ماشین تو توی استیج درگی میخوای جمع بکنی و از استیج شهری خارج میشه، خیلی محدودیت ها جلوت وای میسته، از جمله اینکه کمپرس بالایی میگیری و نمیتونی دیگه حتی با بنزین معمولی داخل شهر تردد داشته باشی، از جمله اینکه دور پایین نداری و به عبارتی بخوای همون نیم کلاج جای حرکت بکنی ماشین خاموش میشه و باید برگاز حرکت بکنی، نمیتونی از ماشینت کولر بگیری، نمیتونی الان از اینجا پاشی 4 ساعت بری فلان شهر و یه سره مثلا روی 150 تا سرعت بری، موتور باید داغ بشه، خنک بشه، موتور وقتی که داغ میشه توانش گرفته میشه و خیلی محدودیت های دیگه، به جای 8000 تا 9000 تا باید هر 3000 تا بهترین روغن رو بریزی داخلش. مصرفت عادیه اما استهلاکات خب اصولا خیلی بالاست، از جمله استهلاک تایر، دیسک و صفحه و خیلی چیزای دیگه. ماشین وقتی که از توی استیج شهری خارج میشه دیگه نمیتونی یه استفاده خیلی معمولی رو مثل یه ماشین کاملا فابریک ازش داشته باشی و خیلی محدودیت ها رو جلوت باز میکنه. بریم درگ رو شروع کنیم با آرس 200. بریم سر سویچه؟ نه، مال خودم نیست، نه اعترافی ندارم. نسی 1 2 3 یادم رفته و سین کنم، خوب شو یادم اومد. یکم بیا عقب تا اول داره لوله میکنه آرسو، چه صدایی هم میده. آخ آخ آخ، نه رفت تو لانچ زد، آدم زد. خب 207 تیون تو لانچ زد، رولینگ بریم یه تست رولینگ هم باش بریم. آخه آرس یه خورد، باید ببینیم سی اف چی کار میکنه. بریم برای تست رولینگش.
ماشالله. دنده یک سی تا، دنده یک سی تا. بهتر بود ولی دور بالا که میرسه نامصب رد میکنه قشنگ به جورایی تا دندون مسلح ماشین و هر دوتا درگ و یعنی لانچ و رولینگ و هر دوتاشو شتیو میزنه. بریم سراغ سی اف، بریم سی اف چیکار میکنه. خب بریم که درگ لانچ رو شروع کنیم با 207. ای بابا چه سوتی بود، استرسه. خب برو بریم بریم. خودم هم خیلی مشتاقم ببینم کی میزنه. آخ یه دونه سوتی دادم که آخ من سوتی دادم، من سوتی دادم. من سوتی دادم. یکی از دنده هم رفت رو کاتاف. یه دور دیگه بریم. برو اون تستی بود دیگه. خیلی مشتاقم بدونم کی میزنه. بریم. اوکی نزدیک. علی زن سیف هم زن، سیف هم زن. سیف هم زد. یه دور دیگه بریم، یه دور دیگه بریم. ولی میزنه لامصب به آخرش که میرسه میزن میزن. زد واقعا. دور قبلی یکم لانچ بعد بود ولی این دور سی اف هم زد. دنده یک رو سی به خط رسیدیم، شروع کنیم. شلو میفته ولی وقتی دور میگیره میره. خیلی هم تقویت شده. مخصوص درگ جمع شده اون موتور. خلاص آقا اینم از درگ 207 تیون جاوید با این دوتا موتور.
دمتونم گرم، امیدوارم خوشتون اومده باشه از ویدیو بررسی و تست راید آرس 230 اف رو میتونید این بالا ببینید. چنل هم حتما برید سابسکرایب کنید. دمتون گرم.